بنام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام، با سرویس خبری ساعت 5 عصر از شمشاد خوش آمدید. پنجشنبه 10 سنبله سال 1401 هجری خورشیدی است. سرخط خبرها. میزبانی کابل از یک کنفرانس بزرگ جهانی در مورد حوادث طبیعی. در این نشست وضعیت فعلی افغان ها نگران کننده خوانده شد. حمایت ایران و روسیه از افغانستان با ثبات و پیشرفته. این دو کشور روی ثبات دائمی و مبارزه مشترک علیه تروریسم بحث کردند. و نگرانی عفو بین الملل درباره تجدید خشونت ها در برابر مسلمانان در چین. مشروع خبرها. کابل امروز میزبان یک کنفرانس بزرگ جهانی بود که نمایندگان کشورهای منطقه و سازمانهای جهانی نیز در آن اشتراک داشتند. این کنفرانس به میزبانی وزارت خارجه به هدف جمع‌آوری کمک‌ها برای متضررین حوادث طبیعی اخیر در کشور برگزار گردیده بود. شماری از کشورها در این نشست وضعیت افغانها را قابل نگرانی خوانده و اداره های جهانی خواهان کمک های عاجل با خانواده هایی گردیدند که با گرسنگی روبرو هستند. یک کنفرانس به هدف جمع‌آوری کمک‌ها با قربانیان حوادث اخیر طبیعی در کشور از سوی وزارت امور خارجه برگزار گردید. علاوه از نمایندگان کشورهای منطقه و همسایه، نمایندگان سازمان ملل، یوناما و برنامه جهانی غذا هم در آن اشتراک داشتند. بر اساس آمار وزارت امور خارجه، در چند ماه گذشته به دلیل آفت‌های طبیعی، صدها تن کشته، هزاران تن دیگر نیز زخم برداشتند و به ارزش 2 میلیارد دلار خسارات را وارد کرده است. تلفات و خسارات وارد شده از اثر حوادث طبیعی 1570 تن شهید، 5842 مجروح، 18726 خانواده های بیجا شده، 1 میلیون خانواده های متضرر، 16000 باب خانه های کاملا متضرر، 19700 خانه های نیمه متضرر، 51 مسجد، 35 مکتب، 12 باب کلینیک، 29 شبکه آبرسانی، 6,35,000 جریب زمین زراعتی، 3,71,342 جریب باخا، 4,470 متر جویچه های جدید، 284 حلقه چا، 12,23,000 متر جویچه ها، 5 آسیاب، 12 پل، 754 پل چک، 563 کیلومتر سرک، 27710 متر دیوارهای استنادی، 4254 تخته های سولری، 4700 سربند ها، 13 بند های کوچک. مجموع خسارات 2 میلیارد دلار. امیرخان متقی از اداره های همکار و کشورها خواست که کمک های خود را نباید سیاسی سازند و در این حالت دشوار با افغان ها کمک کنند. موضوعات بشری باید تحت تعلقات و تاثیرات سیاسی نیاید، چون که موضوعات بشری تعلق داره با مردم. نماینده ایران در کنفرانس یک بار دیگر خواهان آزادسازی سرمایه های انجمات شده افغانستان گردید و عاملین اصلی وضعیت فعلی افغانستان را خارجی های دخیل در 20 سال گذشته در این کشور خواند. در اینجا به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران درخواست رفع انسداد تمامی دارایی‌های ملت مظلوم افغانستان رو داریم از جانب آنهایی که قبلا این کشور رو اشغال کرده بودند. ما اشغالگران رو مسئول تمامی مشکلات افغانستان در گذشته و زمان حال می‌دانیم. در این حال نماینده یونیسف وضعیت زنان افغان کودکان را نگران کننده خواند و نماینده برنامه جهانی غذا به خاطر فرارسیدن زمستان در افغانستان
خواهان کمک‌های بیشتر از سوی جهان گردید. قسمی که قبلا یادآوری کردم، فصل زمستان رسیدنی است. ما مصروف آمادگی ها برای 122 ولسوالی هستیم که در فصل زمستان به کمک های عاجل نیاز دارد. ما مصروف ساختن جاها و مکان های موقتی هستیم تا بتوانیم کمک رسانی کنیم. نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان به کمک های بیشتر بشری تعهد نمود. روسیه، پاکستان، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان و چین هم تعهدات مشابه را تازه کردند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در این نشست از کشورهایی که افغانها در آن مقیم هستند، خواهان رفتار نیک و عدم دیپورت اجباری آنان گردید. از سوی دیگر، اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل یا اوچا خواهان کمک‌های عاجل مواد خوراکی با 45,000 خانواده‌های گردید که در وضعیت بد زندگی می‌کنند. نماینده های خاص روسیه و ایران برای افغانستان بحث و گفتگو کردند. حسن کاظمی قمی نماینده خاص ایران برای افغانستان گفته با زمیر کابلوف همتای روسی خود در رابطه با ثبات دائمی و مبارزه مشترک علیه تروریسم صحبت کرده است. در این دیدار روی پیشرفت های اخیر هم هر دو جانب گفتگو کرده و تهران اطمینان داده که کشورش از یک افغانستان پیشرفته و باثبات حمایت می کند. یک هیئت بلند رتبه دولتی ایران به رهبری حسین امیر عبدالحیان وزیر امور خارجه این کشور به مسکو سفر نموده است. در این هیئت حسن کاظمی قمی نماینده خاص ایران برای افغانستان نیز شامل است. او با زمیر کابلوف همتای روسی خود نیز دیدار کرده است. کاظمی میگوید که با کابلوف علاوه از همکاری های منطقوی روی ثبات دائمی در افغانستان و مبارزه مشترک علیه تروریسم هم گفتگو نمودند. امروز با زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان در مسکو صحبت نمودم. اجنده این گفتگو همکاری های منطقوی، تلاش ها برای صلح و ثبات دائمی و مبارزه با تروریسم بود. ایران یک جا با کشورهای همسایه از افغانستان پیشرفته و مسئول حمایت می کند. از سوی دیگر نماینده وزارت خارجه ایران برای آسیای غربی در صفحه تویترش نوشته است که هر دو جانب روی پیشرفت‌های اخیر در افغانستان صحبت نموده و در کنار کشورهای همسایه نقش روسیه در مبارزه با تروریسم را مهم خوانده است. نمایندگان روسیه و ایران برای افغانستان در مسکو دیدار نمودند و در مورد پیشرفت‌های اخیر افغانستان گفتگو کردند. موضوعات مهم این دیدار همکاری‌های منطقه‌ای، امنیت در افغانستان، نقش کشورهای همسایه و روسیه در صلح و ثبات افغانستان و مبارزه با تروریسم بود. ایران و روسیه دو کشوری در منطقه اند که بر ضد آمریکا روابط خوب را با افغانستان دنبال می کنند، اما هنوز هم نظام حاکم را به رسمیت نشناختند و نه هم در این بخش ابراز علاقمندی کرده است. از سوی دیگر هر دو جانب در حال بر مبارزه مشترک علیه تروریسم در افغانستان تاکید می آورند که کشور متحد روس تاجیکستان از خاک افغانستان حراس دارد و هر نوع روابط و سرحد را با افغانستان قطع نموده است. اما امارات اسلامی بارها گفته است که از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشوری استفاده نخواهد شد. روز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در پهنتون کابل نیز تجلیل گردید. اشتراک کنندگان این نشست بر اتحاد، عبرت از تجربه های گذشته و حمایت از نظام تاکید کردند. شکست اشغال و رسالت ما نشستی که تحت همین نام در پهنتون کابل برگزار گردیده بود. هدف آن تجلیل از نهم سنبله بود که در این روز مأموریت 20 ساله نظامی آمریکا در افغانستان به پایان رسید و آخرین سربازان این کشور افغانستان را ترک گفتند. الله سبحانه و تعالی ده دی قوم نصرت وکرد چه امریکا اشغال مات کرد. کنه امریکا نوتل. امریکا ده کم قرارداد پر اساس نو راغلی، ده خپل زور پر اساس راغلی و او ده خپل شکست لخاطر ووتل. در این نشست مسئولین در صحبت‌های خود گفتند که با استفاده از تجربه‌های ناکام گذشته باید در بخش‌های سیاسی، اقتصادی، تعلیمی و اجتماعی کار گرفته شود. تم را ډیره تجربه وسوله، ټول تجربه ناکام شوله، موږ او تاسو ته پکار ده چې لاسونه سره یو کو، که هر څه ستونزې وي، که هر څه دې موږ او تاسو یعنی هغه اثره حقوق هم پکې تلف کیږي، خو موږ او تاسو باید دغه دولت ته،
دغه امارت ته چې نوی راټوکېدلی ده د ته لاس ورکړو، دا قوي کړو، په دې باندې راټول سو. شماری از مسئولین نظامی به هدف تامین امنیت یک سلسله توصیه ها و تعهدات نمودند و خواستند که اداره های امنیتی به منظور مسئولیت مردم اقدامات لازم را انجام دهند. در تمام قله های کوه های افغانستان و قله های اندوکش به خاطر خاتمه اشغال و به خاطر اعاده استقلال سعی و کوشش و تلاش میکردی، گشنگی و تشنگی و بیخوابی میکشیدی، زحمت و تکلیف را تحمل میکردی و او را جهاد مقدس میدانستی و او را به امید یک ثواب بزرگ اخروی انجام میدادی. امروز هم این را بدان که پیره تو، گزمه تو، تأمین امنیت تو برای این ملت و این مردم جهاد بزرگ است. نهم اسمبله که برابر با خروج گروه اخیر سربازان خارجی از افغانستان است، از این روز در برخی از ولایات به شمول پایگاه بزرگ هوایی بگرام بزرگداشت به عمل آمد. همزمان با این، مسئولین محلی در هرات از روز نهم سنبله بزرگداشت به عمل آوردند. در نشست برگزار شده به مناسبت سال روز خروج آخرین سرباز آمریکایی از افغانستان، سرمفتش وزارت دفاع ملی و مسئولین محلی نهم سنبله را روز کامیابی تمامی مردم دانستند. در این حال مسئولین روی عملی سازی تعهداتی که با مردم صورت گرفته است تأکید ورزیدند. مسئولین گفتند که آمریکا با نهایت غرور بر افغانستان حمله نمود، اما مبارزه افغانها منجر به خروج آنان از این کشور شد. در کنار هرات، مسئولین شماری از ولایت‌ها نیز از نهم سنبله تجلیل و عمل آوردند. وعده هایی که اداره محلی افغانستان در همی تالار و از زبان ما برای ملت خود داده بود که امنیت بود، عدالت بود و اقتصاد بود، تا خیلی حدها برآورده شده. بإذن الله جل جلاله امنیت در شهر ما و شما، در ولایت ما و شما، در ولسوالی های ما و شما تا خیلی حد تأمین است. دشمنان ما و تا هر کس از ما استاول است شکنجه ورکره، بیازتی ورکره، در بدره اکو، آواره اکو، بشیدان اکو، قرن ورکره، ویلی و خاری سر و ولده لی ما و تا بصفه کبو، ما و تا با درسی کبو که دشمن چی سکری بو، حقا با نکبو، که دشمن نکبو، حقا چی بکو ما و تا. ای پیروزی منحصر به کدام فرد نیست، ای پیروزی منحصر به کدام گروه نیست، ای پیروزی منحصر به کدام تنظیم نیست، ای پیروزی متعلق به هر مسلمانی است که شب نیمه های شب دست به دعا می شود که یا الله حکومت اسلامی را قائم بکن، دائم بگردان. اداره ملی احصایه و معلومات در مورد چاپ تذکره های جدید با یک کمپانی کوریایی قرارداد کرده است. این اداره میگوید که در شناسنامه های جدید برخی از تغییرات هم آمده و 500 هزار جلد آن به زودی وارد کشور خواهد شد. اداره ملی احصایه و معلومات سال گذشته در مرکز و ولایت برای 2 میلیون تن شناسنامه توزیع نموده است. اداره ملی احصایه و معلومات میگوید که در مورد چاپ تذکره های جدید با کمپانی جی تی آر کوریایی قرارداد نموده و عنقریب 500 هزار جلد آن به کشور میرسد. در تذکره های جدید به جای اسم وزارت داخله اداره ملی احصایه و معلومات درج گردیده است. مسئولین در این تذکره ها اسم ولسوالی ها و تاریخ تمدید را نیز در آن اضافه نمودند. تذکره با تمام معنا ختم شوی ندی او کار په ټاپه ندی ولاړ، کار روان دی او د دې لپاره چې زمونږ دا دته یو دا یو دوامداره پروسه ده او دا ډیر تذکرو ته مونږ هر وخت ضرورت لرو، بار بار به دې کې مونږ آرډر ورکو. نو اوس وخت کې تقریبا 3 میلیون تذکرې مونږ اخکړې دي کنه، آرډر مونږ ورکړیو چې هغه به انشاءالله ټولې راورسیږي. سرپرست این اداره میگوید که در یک سال گذشته به شمول مرکز در تمام ولایت ها 68 مرکز توزیع شناسنامه های برقی را فعال نگه داشته و برای 2 میلیون تن این تذکره ها را توزیع نموده است. الکترونیکی تذکره آتش به توش سنگ و مرکزون فعال کردی. چلی دی جمله څخه 15 سنگ په کابل خار او نور 3-5 په ولایتونو کې هوادوالو ته د الکترونیکی تذکرو اړوند خدمتونه وړاندې کوي.
به گفته مسئولین اداره ملی احصایه و معلومات، در یک سال گذشته از بهر توزیع تذکره‌های برقی 1,060,000,000 افغانی عواید را جمع‌آوری کرده است. در سرشو خدمتونو لدرک 1,080,000,000 عواید ترلاسه کیدل او دی دولت خزانه ته تحویلیدل. مسئولین این نهاد تلاش می‌ورزند تا در آینده برای تمام مردم احصایه را معلوم نمایند و در کنار آن برای افغان‌های ساکن در کشورهای بیرونی نیز پروسه توزیع این تذکره‌ها را آغاز نماید و در پهلوی آن مراکز توزیع را در کشور هم افزایش دهند. دکتر فقیر محمد زیار افزود که با ورود تذکره‌های جدید به کشور توزیع آن در سراسر کشور آغاز خواهد شد. قماندانی امنیه پکتیا میگوید در یک سال گذشته در این ولایت به هیچ گروه مسلح اجازه فعالیت دادن نشده است. مسئولین اضافه میکنند نیروهای کافی در پکتیا موجود است که میتوانند در وقت کم تمامی چالش های امنیتی را از بین ببرند. مسئولین میگویند در جریان یک سال گذشته 233 قضیه جنایی را ثبت و در پیوند با آن 518 تن را دستگیر و شمار هم فرار کردند. مسئولین قماندانی امنی پکتیا میگویند که در یک سال گذشته 233 قضیه جنایی را ثبت نموده و در پیوند به آن 518 تن را دستگیر و 47 تن دیگر فرار کردند. اسلم کرامت عامر امنیت قماندانی امنی پکتیا میگوید در یک سال گذشته هیچ نوع فعالیت مسلحانه در این ولایت به چشم نخورده است. سیاسی پیخ دلت نلرو چه کومه ډلې ټپلې وي چې هغه د عمارت مقابل کې وسلوالو غبرګون کړی وي یا وسلوالو غبرګون ته یاده ولې هیڅ کومه داسې پیښه نه ده شوي ثبت شوي او نه کوم داسې ځوږ او داسې خبر موږ اورېدلی دی چې کوم ځای کې داسې یو وسلوال کسان پیدا شوي وي یا چلېدلی وي یا کوم راپور موږ ته راغلی وي. اسلم کرامت همچنان اضافه می کند که در این ولایت نیروهای کافی موجودند و توان جلوگیری از هر نوع چالش های احتمالی را دارند. امنیتی او دی پیزو کنه او هغه روزل شوي خلک دي چې په داسې مواردو کې په داسې حالاتو کې به ډېر زر سیمې ته ځان ورسوي او داسې کسان چې هغه د نظام په مقابل کې فزیکي او وسلوالو برګون ته اراده ولري ډېر زر به خونسا او دوی ته به غاښ ماتوونکي ځواب ورکړل شي. معاون اداری قماندانی امنی پکتیا میگوید که در مرکز و ولسوالی های این ولایت افراد مسلکی را گماشته و کارمندان زن هم در مدیریت های مختلف وظایف خود را به پیش میبرند. او د موږ سره خزینه تشکیل هم شته، هغه په جنایي کې هم شته او دا سره کم په د نورو ارګانونو کې هم چې مخکې دوی کوم دندې لرلې اوس هم په هغه دندو کې شته او په خپل کار باندې مصروف دي. مدیریت مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیت در یک سال گذشته در نتیجه 42 عملیات توانسته 13,223 کیلوگرم چرس، 26 گرم هروئین و سایر مواد مخدر را به شمول 55 فرد مشکوک دستگیر کردند. یک بند مهم آب در شمال شهر کندهار بهره برداری گردید. بند آب میانکو 10 میلیون افغانی مصارف برداشته و در ظرف یک سال اعمار گردیده است. مقامات وزارت انکشاف دهات میگویند این بند آبهای سیلاب را مهار و آبهای سیلاب و بارندگی در آن ذخیره خواهد گردید. این بند تازه اعمار شده در شمال شهر کندهار تحت نام میانکو است که به منظور مهار آبهای بارانی ساخته شده است. امروز پنجشنبه کارهای آن تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. مقامات وزارت انکشاف دهات میگوید این بند در ظرف یک سال به ارزش 7 میلیون افغانی ساخته شده که ظرفیت ذخیره سازی 600 متر مکعب آب را دارد. مقامات اضافه می کنند این بند آبهای سیلابی را در شهر کندهار مهار خواهد کرد و سطح آب را بلند خواهد برد. دا بند تقریبا د شپږ لکه متر مکعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري چې د ژمي په موسم کې کله بارانونه کیږي کندهار ښار د سیلابونو د خطر څخه یعنی ساتي او په زمین کې کله چې دا اوبه ذخیره شي د ځمکې لاندې اوبه راپورته کوي. در عین حال سرپرست وزیر انکشاف دهات میگوید پروژه های بزرگ عمرانی را در پلان دارد اما به دلیل امکانات کم آن را عملی کردن نمیتوانند. انکشاف دهات وزارت یغا په خپل مربوطه کارو کې لکه چکلمونو بندونو کلیوالي سړکونو د دې لپاره شپه ورځ فرزان یو کړی ده خواري کوي خو یو شی شته په اوسني حالات کې موږ محدودیت امکانات لرو خو هغه داسې نه دي چې موږ هیڅ نسو کولی.
یعنی هغه داسې امکاناتدي چې موږ غواړو هغه نسو کولی. امید د دې شته چې څه وخت بعده به موږ چې غواړو د هېوادوالو دپاره به هغسې کارونه وکړو. کندهار که باشندگان آن را خوشحالی متضرر ساخته، خواهان عملی سازی پروژه های مشابه به هدف مهار آب بارانی هستند. څکه چې دغه بند جوړ شي، دغه د نیمې نایې کومې برمې چې دي چې اوس وچې دي، هغه به اوبه پیدا کړي، اوبه به زیات شي، اوبه به راپورته کړي. دا برمې سیلابونو سل فیصده کې 95% د سیلابونو مخه نیسي. د دې نورو کارو په اړه باندې چې د حکومت سم دغه غوښتنه ده چې دوی باید هڅه وکړي چې دغه بند بیا تر دغه محکمه جوړ کړي، داسې نور بندونه هم جوړ کړي په کندهار کې. د برمو دپاره او د سیلاب دپاره د سیلاب مخنیوی کوي، او د برمو کندهار ولایت افتاده در جنوب کشور است که باشندگان آن در جریان سال به دلیل ضایعات آب‌های بارانی و خردسالی به شمول آب‌های زراعتی با کمبود آب آشامیدنی نیز روبرو می‌شوند. سپاسگزارم از توجهتان به سرویس خبری این ساعت. شب بر شما خوش. خدا بندگان.